بله، با کشمانی عزیز در خدمت شما هستیم. سلام. نبی خداوند، معلم خداوند، دوست عزیز کشمانی. یادمه که قبل از اینکه تلویزیون شروع بشه ما توی یه کلیسای کوچیک بودیم. بله بله، شما همونجا نبوت کردی، از این تلویزیونی در کار نبود. اولا میگم خوش آمد بده. مرسی عزیز، خیلی ممنون، خوش آمد. واقعا مورد افتخار من هستش که اینجا باشم، خیلی ممنون هستم. یادم هستش اون زمان. آره. در سن حوزه بودیم، نه؟ بله، یک اون موقعی کلیسای کوچیکی داشتیم که بعدا خداوند با همکاری عزیزان کلیسای بزرگتر داشتیم، یه فکر کنم 100 نفر بیشتر جا نمی‌شدیم. درست یادم هستش. بله، و خداوند گفتش که شما شبانه آیا 1 میلیون نفر یا میلیون ها نفر چی بود یادم رفتش، یه مقداری چنین پیامی رو داد. یه همچین پیغامی دادی و همینطور گفتی زمانی میشه که اون درنده یا چی میگن درو کننده از کارنده جلو میفته. بله. خدمتتون و تلویزیون همینه دیگه، تلویزیون. بله. چیزی که نکاشیم همونجا خداوند آماده کرده. آمین. نجات پیدا میکنه. در آموس هستش میگه. بله. زمانی میرسه که. بله. آن که درو میکنه از آن که برز رو میکاره جلو میزنه. بله. زمانی هستش که کلام قبل از اینکه حتی به زمین بیفته دروش انجام میشه، و در واقع موقعیت ایران همینه. بله. درو اونقدر سریعه، اونقدر کلیسا. بله. سریع روش میکنه، نمیدونیم چیکار باهاش بکنیم. درسته. و میلیون نفر اون موقع، خب تو سنوزن بودیم، کلیسا اون موقع 100-120 بودیم. بله. و بعد گفتیم حالا تمام شمال کالیفرنیا ایرانی هم نجات پیدا کنن، یه میلیون که چی بگی 10,000-20,000 نفر نمیشه، ولی شما داشتید امروز رو نبوت میکردید، پیشگویی میکردید. و شما واقعا شبانه میلیون ها نفر هستید. شما همیشه مشوق بودید، میخوایم خداوند خدمت کنیم، میخوام از وقت استفاده کنیم. بله. کشمانی عزیز، عزیزانی که برنامه ایشون و تعالیمشون نگاه میکنند، خیلی هاشون به ما پیغام میدن که چقدر برکت میگیرن. آمین. و چقدر زندگیشون داره عوض میشه. بله. و خوشحالیم که در این قسمت با هم همکاری میکنیم. امروز میخوام یه درسی بدیم و بعد عزیزان اگر برنامه ایشون رو دیدید یا برنامه امروز سوال دارید، الان وقتشه که با خود ایشون صحبت بکنید. بعضی چیزها رو ممکنه درس بده که میگه آشنا نیست برای من، و اتفاقا خوبه وقتی آشنا نیست میری روش فکر میکنی. بله بله. باید روش مطالعه میکنی، میگی بابا من نفهمیدم. بله. و شما همیشه آدمو به چالش میاری. کار یک معلم خوب واقعا. بله. و یک. بله. خادمی هستش که افراد رو به حرکت بندازه. آها. چالش بکنه روی تئولوژی و روی طرز فکرشون. بله. شخص نباید بیاد کلیسا که فقط تسلی پیدا کنه، البته جزوی از خواندگی ما. بله. این هستش. بله. و تشویق بشه. آها. باید بیاد و به حرکت داده بشه، همه نظر فکری، همه نظر خدمتی و زندگی شخصی و درونیش. آمین. خب برکتمون بده. خطا هم باز هست عزیزان، یه چند دقیقه ای که ایشون صحبت کردن میتونید زنگ بزنید، سوال کنید از تعلیم امروز یا تعلیمی که تو این چند ماه اخیر دادن. میدونید در واقع کلیسای حیات نو که من شبانی میکنم به طور کلی بر روی دو پایه اساسی قرار گرفته. پایه اساسی اولین هستش که هویت شناسی چیست. من. و این هویت شناسی در واقع در کلیسا زیربنای. بله. زیربنای هدف یک شخصه برای پیدا کردن جواب 3 تا سوال خیلی اساسی. هر ایمانداری که هر شخصی که وارد کلیسا میشه 3 تا سوال رو باید علناً جواب بده. من کی هستم؟ 2 من چه کار میتونم بکنم؟ 3 من چه کار باید بکنم؟ چون به طور کلی در واقع کل زندگی ما به عنوان یک ایماندار تو این 3 تا سوال خلاصه میشه. هدف من به عنوان خادم این هستش که این 3 تا سوال رو بتونم برای عزیزان جواب بدم. و این خیلی پیچیده نیست. اینها در کتاب مقدس به طور خیلی ساده و واضح شرح داده شدن. این پایه اساسی ما هستش که هویت شناسی کنیم، چون در هویت شناسی در واقع جواب این 3 تا سوال رو میدیم. بله. چون وقتی شخص خودش رو بشناسه جواب سوال اول میده. کسی که میدونه کی هستش میدونه چه کار میتونه بکنه، کسی که میدونه کی هستش میدونه واسه چه کار باید بکنه. بنابراین سوال اصلی اینه که تو کلیسا ما نباید وقتمون رو خیلی هدر بدیم توی چیزهای فرعی. چون خیلی مواد در کلیسا سوژه های فرعی میاد. حالا در کتاب مقدس یک آیه خیلی، یک سلسله آیات هستش در کتاب فیلیپیان، دومین فصل فیلیپیان از آیات 5 به بعد، که علناً به نظر من فکر کنم زیربناترین آیات کتاب مقدس در عهد جدید هستن که جواب هویت و خواندگی رو میدن. و این خواهم این آیات رو با هم دیگه بخونیم. بله. چون برای من این مکاشفه بود که
واقعا جواب سوالات برای من داد. در آیه 5 میگه همان طرز فکر رو شما داشته باشید که مسیح عیسی داشت. خب این خیلی چیز سوژه جالبیه، یعنی صحبت جالبیه، میگه طرز فکر رو داشته باشید، یعنی اگه مسیح هستی باید اینجوری فکر بکنی. اینجوری فکر بکنی درباره خودت، درباره اجتماع، درباره دیگران. آفرین. او که همزاد با خدا بود، یعنی در واقع علنا خود خدا بود. دوم میگه که از برابری با خدا به نفع خود بهره نجست، بلکه خود را خالی کرد و ذات غلام را پذیرفته، به شباهت آدمیان درآمد و چون در سیمای بشری یافت شد، خود را خار ساخت و تا به مرگ، حتی مرگ بر صلیب مطیع گردید. پس خدا نیز او را به غایت سرافراز کرد و نامی برتر از همه نامها به دو بخشید، تا به نام عیسی هر زانوی خم شود، در آسمان، بر زمین و در زیر زمین، هر زمانی اقرار کند که عیسی مسیح خداوند است، برای جلال پدر. در این 5-6 آیه ما در واقع جواب هویت رو داریم. او همزاد خدا بود. کتاب مقدس میگه او فرزند خدا بود و خداوند یگانه فرزند خودش رو فرستاد که در میان آدمیان باشد. پس میدونیم که هویت فرزندی در او بود. او یگانه فرزند بود، نخست زاده بود. در واقع یک رابطه داشت با پدر که او رو آبا پدر، یعنی بابا پدر صدا میکرد. رابطه بسیار صمیمانه بود. اعتماد کامل به پدر. محبت او در او کاشته شده بود. اعتماد کامل به محبت پدر. اعتماد کامل که پدر او رو رها نمیکنه، او رو ول نمیکنه، او رو دوست داره، هدایتش میکنه. این هویت فرزندی در واقع رابطه انفرادی عیسی مسیح رو با پدر شکل میده. در واقع در این ما میتونیم جواب سوال اول رو بگیریم. من یک فرزند هستم. من فرزندی هستم که امروز خداوند رو به نام بابا یا آبا پدر میشناسم و تمام زوایای رابطه انفرادی من، روحانی من با پدر آسمانی در هویت فرزندی میتونه خلاصه بشه. در اینجا محبتش هست، فیض بی حد و کرانش هست، محبت بدون قید و شرطش هست، حفاظت پدرانش هست، طرز فکرش درباره من روشن میشه، میخواد بهترین چیزها رو به من بده، بهترین آینده ها رو به من بده. تمام تصویری که ما میتونیم اینجا داشته باشیم و حتی میتونیم خلاصه کنیم در زندگی یک پدر و بچهش اینجا به نحوی که بتونیم درک بکنیم. کمه البته پدر نمونه‌ای که آدم بگه مثلا این نشانه ای از رابطه خدای پدر با ماست. انقدر پدرهای زمینی ما خراب کردیم، نمونه خوب کم پیدا میشه. ولی اگه این نمونه خوبی داشته باشیم میتونیم یه مقداری از این رو درک بکنیم. و وقت نمی کنیم که وارد این خودش یه دروسیه، ولی یک شخص میخواد برگرده بگه رابطه انفرادی من به عنوان یک مسیحی با پدر آسمانی چیه؟ اگه یک پدر زمینی خوبی داشتی یا یک مادر بسیار خوبی داشتی، پدر مادر خوبی داشتی و رابطت رو تونستی یک ذره در اون زاویه ببینی، همون رو یه مقدار انعکاس بده به آسمان، 10,000 برابر بهترش بکن. و اون وقت یه تصویری میگیری از این که چقدر در آرامش میتونی قرار بگیری وقتی میدونی حتی اگه اشتباه بکنی به عنوان یک ایماندار از خانه پدر دور انداخته نمیشی. و در واقع جواب سوال اصلی که در این هویت شناسی فرزندی ما میگیریم همینه. بله. چون خیلی‌ها که در قید و بند شریعت زندگی میکنن از این میترسن. میترسن که وقتی اشتباه میکنن رابطه کاملا خراب شده، از خونه بیرون انداخته شدن، دیگه هیچکی باهاشون هیچ کار نداره. بله. خدا از دستشون عصبانیه. بله. و میخواد یه جوری جزای اون گناه رو ازشون بگیره. بله. و این اشتباه فکریه، این طرز فکر نادرستی هستش که در کلیسا شکل میگیره. این به خاطر عدم شناخت هویت هستش. من بچم خیلی اشتباه میکنه تو خونم، بارها اشتباه میکنه، فردا هم اشتباه خواهد کرد، مطمئنم که در آینده باز اشتباه میکنه، ولی من هیچ وقت نمیام خونه در این فکر که من بس بچم رو کی از خونه بیرون کنم. بله. این فکر طبیعتاً در من شکل نمیگیره. چون محبت ایجاب میکنه که من این فکر رو، کلام خداوند میگه خدا محبت است. محبت. حتی تنبیهش هم از محبته. خداوند البته تنبیه، ما بازم میگیم تنبیه کلمه خیلی منفیه، یادمون میاد مثلا پدری که عصبانی شده کمربنده رو گرفته میزنه. نه، تنبیه خدا در واقع تصحیحشه. دقیقا. که خدا اجازه میده گاهی حتی با بعضی از سختی‌ها ما اون درس رو یاد بگیریم. کلام خدا میگه کسانی رو که خدا دوست داره
تصحیح میکنه، تنبیه میکنه. یعنی حتی اگر خداوند بخواد یه جای اشتباه میریم، وقتی میگیم خدا محبته، فکر میکنیم حالا رفتیم هم دیگه، میگه آفرین برو تو گناه و برو زندگیت هم خراب کن. نه، محبت نمیگه آفرین، محبت میاد جلو تو میگیره، یه دوتا ممکنه رو دست بزنه، ولی همش محبته که تو داری زندگی خودتو نابود میکنی. حالا یه مقدار عمیق‌تر هم میتونیم بگیم، بعضی وقتا محبت ایجاب میکنه که بذاری بری. بله. جلوت هم نگیره. داستان پسر گم شده، بله، در واقع تمام اون داستان درباره یک شخص بی ایمان نیستش که به من خدا برمیگه. پسره. پسره. در خانه پسری میکنه. بله. و در واقع به پدر میگه ارسی من را الان به من بده. آمی. اینجا محبت ایجاب میکنه که پدر میگه باشه، این ارسیت بهت میدم. جالبه که ارسیه پدر بی هم یعنی آنچه که داره بی انتهاست. بله. ولی ارسیه فرزندش میگه پسر خوبی باش بهت میدم. اصلا بهش چیز نمی... اتفاقا میدونه میخواد باش چه کار بکنه. بله. حالا اون تصویر این هستش که اون فرزند میره برای امیال شخصی خودش استفاده میکنه و اینها رو از دست میده. من این تصویر رو حتی یه چیزی خیلی عمیق‌تر میبینم. خیلی از ایماندارا وارد ملکوت میشن، همون آن شروع میکنن ارد دادن به خدا، اینو میخوام پدر اینو شفا بده، اینو درست کن تو زندگیم، این بچه‌مو درست کن، چیزو زندگیمو تو آمریکا درست کن، کار خوب بهم بده، پدر آسمانی من ازت احتیاج دارم، این ماشینو برام درست بکن، کار بهتر بهم بده. ارسیاشونو دارن میگیرن. این اگه در نظر بگیری تمام رابطه درباره نیازه. حالا نیاز این فرزند نیاز دنیویش بود، خب نیازهای دنیوی ما هم جنبه های مثبت هم میتونه داشته باشه. بله. ولی با این حال ملکوت دور نیاز شخص میگرده. بله. بعد از یه مدت همون طرف برمیگرده میگه الان دیگه 2-3 سال ایمان دارم، ولی دیگه وقتی دعا میکنم همون چیزایی که قبلا میگرفتم نمیگرفتم. چرا وقتی اول ایمانم بود هر چی که میخواستم به هم میداد، الان نمیده. ما بعضی وقتا برمیگردیم میگیم خب میخواد رشد بکنی، میخواد تو ملکوتو بهتر ببینی، علنا ارسیه خودشو استفاده کرده. چون ما ارثیمون برای خودمون نیست. بله. آنچه که در ملکوت خدا داریم برای دیگران داریم. آفره. برای همین هستش که عزیزان بس به یه نقطه برسن که ارثیه تموم میشه و حالا به هویت دومی میرسیم. هویت دوم غلامیه. میگه با اینکه فرزند بودن، با اینکه فرزند بود و با خداوند یکی بود، در واقع همزاد بود، ما میدونیم که در عیسی مسیح نه تنها ما فرزند خدا شدیم، با عیسی مسیح همزاد شدیم. بله. چون نخست زاده است، ما هم در همون زاد. بله. در ماست. در واقع الوهیت، قدوسیت، پاکی در ما شکل گرفته. بله. و ما حق داریم که ارد بدیم، آسمان زمین رو ببندیم. بله. تمام اقتدار آسمان زمین که به مسیح داده شده بود به کلیسا داده. آفره. شده. با این حال میگه این رو غنیمت نشمار. چقدر قشنگ اینو میگه، چون آیه های زیادیه که میگه مسیح در ما یا ما در مسیح. اینه که شما میگید ما با مسیح به یه نوعی در یک مقام قرار گرفتیم، چون مسیح در ما، ما در مسیح، ارث، حتی میگه شما هم ارث مسیح هستید، چون در حقیقت باش یکی شدید. اگر در مسیح یکی نشید در آسمان نمیتونید وارد بشید. شما نمیتونید یک قدم کمتر از مسیح باشی و وارد آسمان بشی. ارثیه ما در مسیح بودن یکی بودن ما با مسیح هستش. چون مسیح لایقه، شما لایقی. چون مسیح قدوس بود، شما قدوسی. چون مسیح اطاعت کرد، شما اطاعت کردی. چون مسیح مقدسه، شما مقدسی. شما نمیتونی 98% مقدس باشی، مسیح 100%. چون دید انسان‌های دنیوی تو کلیسا همینه، میگن مسیح 100%، من 92 هم، من 44 هم، من 20 هم، من 10 هم. با این حال به آسمان میرم، میگن مگه میشه؟ مگه شما میتونید با 90% ناپاکی وارد آسمان بشی؟ من. شما نمیتونی خودت رو در مقامی ببینی کمتر از آنچه که هستی، چون اگه کمتر ببینی همیشه کمتر عمل میکنی. من. در واقع مسیح وقتی برمیگرده میگه شما کارهای بزرگتر از من انجام میدید، این رو دروغ نمیگه. شما رو در یک مکان در خودش میبینه و شما هم در هویت شناسی، قسمتی از هویت شناسی همینه. البته مردم میتونن از این سوء استفاده فکری بکنن، بگن خب حالا هر حقی که دارم استفاده میکنم، هر کاری که دلم بخواد میکنم، هر کاری که میخوام بکنم، چون دیگه هم مقام مسیح هستم. قانونا شما میتونید، اتفاقا ولی آخرت به اون پسر گم شده میرسه. میتونی بکنی، ولی آخرش تو خوکتونی هستی. آخرش یه جایی میرسی که میگی من حالا برمیگردم به خانه پدرم، حداقل غلامی او را بکنم. و جالبه که پدر اجازه میده شخص به نقطه‌ای برسه که این مکاشفه براش پیش بیاد. و برای ما تو کلیسا، هدف کلیسا
هدف خادمی این استش که اول هویت اول رو شکل بدیم تا شخص هیچ وقت زیر قید و بند شریعت قرار نگیره، چون هویت اول که فرزندیه با چیز این زنجیر شریعت رو پاره میکنه، چون شریعت همیشه میگه یه کاری بکن که مورد قبول قرار بگیری. حالا که مورد قبول قرار گرفتم به خاطر اینکه مسیح این کارو کرده، هیچ کاری رو نمیتونم بکنم که مورد قبول قرار بگیرم، این بار از من برداشته شده. حالا برکت زندگیم از کجا میاد؟ بله. چجوری باید این زندگی رو انجام بدم؟ در هویت دوم میاد میگه این رو غنیمت نشمرد و خود رو خالی کرد. آفرین. این خیلی جالبه، میگه خودش رو خالی کرد. در واقع شبانه عزیزم، هرمان جان، ما باید خودمون رو خالی کنیم. با اینکه تمام اقتدار به من داده شده، تمام مقام و تمام ارثی به من داده شده، من میتونم برم هر جا ارد بدم در نام عیسی مسیح، پوزیسیونی که در ملکوت میگیرم خالی شدنه. بله. در مقابل خالی شدن یه خورده توضیح بده، یعنی چی؟ هم برای مسیح هم برای ما، یعنی در واقع علنا حقی که در من هست در مقابل دیگران حق دارم، در مقابل آسمانم حق دارم، حق دارم که از آسمان بگیرم، حق دارم که خودم رو اول بگذارم، چون من فرزند اول هستم، من حق دارم. مسیح حق داشت بله. که بگه همه پای منو بشورید. بله. این حقشه، این در واقع حق قانونی منه. آفره. حق قانونی منه که از آسمان بگم برام انجام بده، چه جوری میخوام انجام بدی، چه مدلی هم میخوام انجام بدی. میدونین چرا؟ چون بچه ها حق دارن. پسر باباییم دیگه. دقیقاً این حق رو من دارم. من حق دارم که پیش خدا برم میگم من رویز رویز میخوام، که در واقع بعضی درس میدن. قانونا میتونی. بله. حق دارم که پدر بگم اینجور زن میخوام، اینجوری باشه، اینجوری باشه، اینجوری باشه، اینجوری باشه، بعد میخوام خونم هم اینجوری باشه، میخوام تو خدمتم این کارا رو بکنم، میخوام این وسعت رو داشته باشم. بله. میخوام که تو زندگیم این حق و حقوق برای من باشه. در زندگی من به خاطر اینکه پدر من ثروتمندترین و پرقدرتمندترین وجود دنیاست، من حق دارم که در نام او همه چیز رو بخوام. آها. که در واقع مسیح میگه میتونی در نام من همه چیز را بخواهی. دقیقا. آیای چند تای آیای زیادیه. با این حال خودم رو خالی میکنم و از این حقم اینجور استفاده نمیکنم، بلکه از حقم استفاده میکنم برای دیگری. آفرین. یعنی میگم پدر این رو به من نده، برای این میخوام، اینو من نمیخوام، اگه اینو میخوام برای این میخوام. وقتی که این رو میخوام برای دیگری، پوزیسیون فکریمو غلام میکنم. حالا دیگری کیه؟ مسیح میگه هی میاد پای پتروس رو میشوره. بله. پتروس اونجا اصلا گیجه، میگه مگه امکان پذیر پای منو بشوری؟ تو حق نداری پای منو بشوری. اینجا مسیح داره پوزیسیون غلامی رو کاملا به کسی که میخواد در واقع هدایت کلیسای اورشلیم رو بکنه برای مدت نشون بده، میگه اگه نذاری من پاتو بشورم در من سهیم نیستی. یعنی اینکه در کاری که برای من مهمه، در چیزی که برای عیسی مسیح مهمه که کلیساست، نمیتونی سهیم باشی، چون کار درست نمیتونی انجام بدی. میتونی یه بچه باشی خونه بابات، ولی نمیتونی ملکوتو پیش ببری. بله. پس سوال بچه لوس میشی. بعد سوال دوم اینه، خونه بابات هستی، پادشاه هستی، ولی اگه همه چیزو برای خودت بخوای هنوز پسر پادشاهی، ولی بچه لوس، هیچ تأثیری نمیگذاری، چی آبرو بابات هم میبری. دقیقاً. ببینید برای ما دو تا سوال پیش میاد. سوال اولی که برای پدر چی مهمه، برای عیسی مسیح چه چیزی مهمه. عیسی مسیح سر کلیساست. برای عیسی مسیح کلیسا مهمه. برای پدر بچه هاش مهمه. بله. اینجا یه چیزی که بعضی وقت مردم یه مقدار هویت شناسی اینه. در رابطه انفرادیم بچه لوس بابام. در رابطه کلیساییم غلام عیسی مسیح هم. آمین. آفرین. در رابطه انفرادیم که هیچکی نمیبینه، بین خودم و بابام، بچه لوس بابام. هر کاری که دلم بخواد با بابام دارم میکنم، دوست دارم با بابام، به کسی هم ربط نداره، چون تو زندگی شخصی و انفرادی خودم هستش. بله. جوری که دعا میکنم. آه. جوری که پرستش میکنم، جوری که او رو کلامش رو میخونم، چه بخونم، الان بخونم، فردا بخونم، کسی به هم فشار نمیتونه بیاره. بله. به من تعیین کنه زندگی روحانی من چیه. این زندگی روحانی من شکل گرفته رابطه انفرادی من با خداست. بله. برای همین است که در مسیح ما باید هیچ وقت فشار از بیرون نیاریم. همه صبح بیاریم بلند شیم 6 و نیم دعا کنیم، همه این کارو کنیم، همه الان روزه بگیریم. این یه چیز رابطه انفرادی و شخصی هستش. بله. و در این رابطه انفرادی شخصی پدر شکل میده رابطه‌ش با من، منم شکلم. در رابطه اجتماعی با کلیسا هیچ نوع لوس بازی نمیتونم انجام بدم. بله. من غلامی میکنم. بله. اینجا
آنچه که برای داوطلبانه با اراده خود زیبایی این زیباییش اینه که این کار رو از روی عشقی که به خدا و به مردم داری میکنی و داوطلبانه محبت مسیح ما رو دوست داشت بها داد و حالا محبت خدا داره این انگیزه رو بهت میده. درسته. میگی چون بابا رو دوست دارم دل او رو برای مردم گرفتم داوطلبانه، کسی هم تو سر من نمیزنه، زور نمیکنه، من داوطلبانه بها میدم برای دیگران. ولی یه پوزیشن قانونی اینجا وجود داره. آها. شما یه جنبه محبتش رو دیدید، ولی اگه واقعا میخواین از نظر قانونی نگاه بکنید، کلام خدا میگه شما مال خودتون نیستید. بله. شما بازخرید شدید. آفرین. کلام خدا نمیگه که در واقع قانونن شما میتونید هر کاری که دلتون بخواد بکنید در رابطه اجتماعیتون. بله. در رابطه کلیسایتون علنن از نظر قانونی شما من متعلق به دیگری هستید. بله. کلام خدا میگه مگر نمیدانید که بها برای شما داده شده. بله. خون عیسی مسیح شما رو بازخرید کرده. شما مال خود نیستید. بله. برای همین هستش که در شروع همه نامه ها پولس، پتروس، یوحنا میگه من غلام عیسی مسیح. بله. اعلام نمی کنم من فقط رسول، میگن رسول غلام. بله. دولوس یعنی غلام خریداری شده. بله. این مقام چون شک گرفته این مرد تونسته نامه رو بنویسه و زندگی من و شما رو کاملا تغییر بده. آمین. با این که داوطلبان است و هیچ وقت خداوند مجبور نمی کنه کسی رو، اگر نظر قانونی خودتو بچه می شماری که ما هستیم و حق قانونی خودتو میگیری، در قویت غلامی اگه این رو درست درک بکنیم، از نظر قانونی هم مال دیگری هستی. بله. و حق قانونی نداری که از خودت هر تصمیمی که بخوای بگیری. بله. خوشبختانه اونقدر عیسی مسیح ما رو دوست داره که اجازه میده این هویت در ما شکل بگیره. بله. و ما با پای خودمون به پای صلیب بریم. این صلیبی هستش که میگه به دوش خود بگیر. آمین. چون کسی که روی صلیب میره هر روز هویت غلامی رو میگیره و در انتهاش وقتی که هویت غلامی شکل میگیره، اون وقت زنجیر دوم پاره میشه، زنجیر خودمحوری، خودخواهی، خودپروری، در حقیقت آزادی میاد. غلام بودن، آزادی، اینا همه چیزه عجیب ایمان مسیحیه. غلام بودن یعنی آزادی. آن که پسر آزاد نموده است یقیناً آزاد. آمین. آمین. میخوام یه تلفن جواب بدیم بعد برمیگردم اینو بیشتر باز میکنیم. مسیحی که با خدا برابر بود اینا رو کنار گذاشت، غلام شد و بعدم آخرش جلال یافت. حالا دقیقاً. این مسیر رو ما هم میخوایم با مسیح دقیقاً. و در مسیح بریم. سعیده عزیز بفرمایید. سلام، روزتون بخیر. خیلی ممنون سعیده جان، خوشحالم تماس گرفتید. بفرمایید. سلام. سلام برادرمانی، خدا برکتتون بده. مرسی عزیزم. خدا این شد برای ویدیوتون و خدا این شد برای این درستون. واقعا وقتی آدم درستون رو میشنبه نگاه به هویت خودش میکنه، میمونه که خدایا از کجا به کجا میرسونی. خیلی ناقابل تر از اون حرفی هم که بخوام در برابر درستون شما حرف بزنم، ولی حقیقتا قلبی پر از درد و زخم امروز دارم. بفرمایید. بله. یه روز جایی بودم که زمانی برام حسنی آسمانی بود، زمانی برام رویاهام بود که برم اونجاها کنار عزیزان خدا رو پرستش کنم، اما زمانی که این چند وقت انقدر بی‌وفایی دیدم، انقدر زخم ها از عزیزان دیدم که موندم خدایا این با چه جرعتی دوباره میرن سر کلاس الهیات یا دوباره درس میدن. اصلا حال خوبی ندارم که الان بگم چه حالی دارم. بله. چه وضعیتی دارم. من خیلی کوچکتر و گناهکارتر از اونم. عزیزتون باشه که شما من همین میرم که 8 سال پیش یه موعظه در موردم آوردی سر تو بال کو خوش گلی شما دخترم بهتون زنگ زده بود. خداوند حقیقتا از دل و لجن منو در برد. نمیگم چجوری هستم که بخوام الان به کسی که خداوند چیز کرده یا مثلا کشیش میخونمش یه تهمتی بزنم یا ایرادی از اون بگیرم. بله. ولی حقیقتا اینقدر بی وفایی. بله. اینقدر چطوری زده. بله. زخمی شدی. خیلی ها مثل تو هستن سعید جان و خوبه، سوال خیلی خوبی کردی. خیلی ها هستن که زخمی میرن و
مسئله انتظاره، وقتی وارد جمعی میشن یا کلیسایی حتی تو خانواده و یه توقعاتی هست از شبانشون از دیگران، و آدم بعضی ها اصلا کلیسا نمیرن، میگن میریم بیشتر زخمی میشیم. درست. و بهتر همون تو خونه باشیم. سوال خیلی خوبی کردی و برادرمون کشمانی عزیز جواب خواهد داد. بگم خوشحالم. نه من با توقع از روز اولی که رفتم اونجا ها شما یه درس به هم دادید، گفتی برو اونجا ها چیزی که نیستن تو باش، آفرین، تو نور اونجا باش، خدا میدونه با تمام دل و وجود اونجا خدا قوت داره، جز من هیچ جز گناه نیست، خودم تو خودم رو میشناسم، میدونم اگر قوت اون نبود، اگر اون نبود ما قادر هیچ کاری میکنی نیستم، چون من زمین گناهکاری دارم، هنوزم باور دارم همون گناهکارم که یعنی بزرگتری فیض و زفت من کرده. آمین. بر از کشمانی چه سوالی داری؟ کجا میتونه کمکتی برای شما باشه؟ فقط میخوام بدونم چطوری میتونم از این زخم رها بشم. بله. به این کار برم باهاشون بجنگم. اگر پولی خوردن، اگر چیزی شده، نمیخوام. هر چی بوده واقعا فقط نگاهشو کردم دیروز. یه چند روز پیش موقعی که رفتم گفتم این نه خودم، خواهر عزیزم چطور اخونه بیرون کردی برای 400 هزار تومان. اونم از کلیسا. بله. اوکی خواهر عزیزم. خیلی ممنون سعید جان. متوجه هستم. میذارم تو دهنت. یعنی من اومدم بیرون. فقط میخوام بگم من انسان من. بله. خیلی هستن مثل تو. مرسی که زنگ زدی سعید جان. سوالی کردی، مسئله مطرح کردی، خیلی زخمی ها الان هستن و داری برنامه رو نگاه میکنی. سعیده از طرف شما اینو مطرح کرد که زخمی هستید و امروز روز شفای شماست. خدا من خواست از طریق سعیده اینو رو کنه تا شما رو شفا بده، درد رو رو کنه، چون درمان هم هست. خیلی ممنون سعیده جان، با شما خداحافظی میکنم و جواب را از کشمانی عزیز میشنویم. فکر کنم یکی از تو این 5-6 ماهی که تو کلیسا حیاتونو خدمت اینترنتی کردیم و کلیسا رو انجام دادیم، شاید این نوع سوژه مشکل بارها طرف من اومده. شاید زخمی ها بیشتر به کلیسای حیات نو میان تا هر کس دیگه. وقتی نگاه میکنم اعضایی که به ما وصل میشن، بچه های ایمانداری هستن که زخمی هستن. نکته خیلی مهم این هستش که نه تنها ما هویت شناسی داریم تو کلیسا که ما رو آزاد میکنه از چیزها، ولی یه چیزی هم هست که در کلیسای ایران خیلی وجود داره، اون همین هستش که فرهنگ کلیسا با فرهنگ ایرانی قاطی شده. ما دومین نکته که در کلیسای حیاتونو باهاش میجنگیم اینه که در یک فرهنگ کلامی وجود داره و یک فرهنگ ایرانی وجود داره. من هفته پیش تو کلیسا گفتم که در خدمتی که بیشتر عزیزان تو کلیسا میکنن، خادمین خداوند که تو کلیسا خدمت میکنن، خودشون انسانهای خیلی زخمی هستن و آدم زخمی دیگران رو زخمی میکنه. بله. آدمی که خودش زخمیه دیگری رو زخمی میکنه. شخصی که خودش سالم نیست نمیتونه سلامتی رو به دیگران بده. و من در کلیسا دیدم که بارها خادمین یا عزیزانی که دارن دیگران رو خدمت میکنن، عزیزان دیگر رو به خاطر زخمایی که در زندگی خودشون هست، مشکلات عاطفی که خودشون دارن، دیگران زخمی میکنن. پس این رو درک بکنین شما که دارید گوش میکنید که چرا داری زخمی میشی؟ من. چون شخصی که داره زخمیت میکنه خودش زخمیه، خودش مشکل داره، خودش در یک کشمکش های فکری، عاطفی و غیره. چون اسم خادم روشه دلیل نمیشه آدم سالمیه از نظر روحانی. بله. دلیل نمیشه که اتفاقا هویت شناسی رو بیشتر عزیزان تو کلیسا اصلا ندارن. بله. خودشون رو در مقام های بالا شب ببینن به جای غلام. بله. اگه در غلامی هستن اونقدر خودشون رو پایین میبینن، همه رو میخوان به خودشون به پایین بکشن. بله. ببینید ما به طور کلی بس برگردیم که خودم چجوری سالم بشم، پس من نمیتونم دیگری رو عوض بکنم. این نکته مهمه. اول درک میکنم که چرا زخمی میشم. دلیلی که زخمی میشم بیشتر مواقع به خاطر اینه که شخصی که تو کلیسا هست خودش زخمی هست، خودش ناراحت هست، خودش مشکلات داره، خودش افکاری داره که دارش باش میجنگه، خودش در کشمکش های درونی و باطنی هستش که شما هیچ خبری ازش نداری، میزنه بیرون تو کلیسا، به شما که میرسه شما رو زخمی میکنه، طرز فکرش نادرسته. اینا همه چیزهایی هست. شما خود خواهر برگشت گفتش که من خودم میبینم، من گناهکار هستم، من خودم میدونم از کجا اومدم. خب اون شخصم ببین اونجا، اون شخصم مشکلات عدید و عمیقی داره، اون خواهر برادرام بسیار ضعیف هستن. ولی
وقتی شخصی که میاد در این سرمشق فکری قرار میگیره که ما دربارش صحبت میکنیم، از دو تا چیز آزاد میشه. اگه رابطه شخصیشو الان خواهر بارها گفت من گناهکاری هستم که خودم رو هی میبینم گناهکارم، این خواهر هنوز هویت فرزندی رو نگرفته. چون اگه هویت فرزندی رو بگیره درباره خودش اینجوری فکر نمیکنه. چه جوری فکر میکنه؟ میگه من قدوس خدا هستم. آها. من مورد ارزش هستم. من یه چیز پست و افتاده ای نیستم که یه پیش پی ارزشی هستم که دائما گناه میکنم. ضمیر گناه، بله میدونم همه ما ضمیر گناه داریم، ولی ضمیر گناه شخصیت ما رو شکل نمیده. ببینید تو کتاب مقدس، اینو فقط اینجا اضافه کنم، بله. اینو دقیقاً این تو زبان ما افتاده، میگه من گناهکار، من گناهکار، بله. وقتی مسئله گناه حقیقیه باید باشیم برو شد، ولی هویت ما گناهکار نیست. توی که تو عهد جدید مرتب پولس نمیگه گناهکاران گناهکار، میگه مقدسین. هویت ما مقدسینه، حالا برو مثل مقدس زندگی کن، هویت تو بگیر، حالا برو زندگیش کن. این خواهر یه نشون ده، بعدی که صحبتش گوش میکردم افتاده سر اینو خورد شده، بله. یه صرف کرد، دردی بود، درد داره و بله. یه مقدار از دردش دید خودش درباره خودش. آها. میگه من چه کار کردم که این بلای سر من میاد، مگه من چه کار کردم که اینا اینقدر با من بد هستن. بعد برمیگرده میگه حتما من گناهکاری هستم، من بالاخره آدم خودمم خوب نیستم. بعد به یه نبیه جایی میرسه که از خودش هم خوشنود نیست. خواهر عزیزم سعید جان، اولین قدمی که بس بردارین که از خودت خوشنود بشی. وقتی به آینه نگاه میکنی، وقتی به نگاه میکنی لبخند بزنی، بگی من در واقع فرزند منحسب فرد خدا هستم، من قدوس خدا هستم، مسیح در من قرار گرفته، من ارزش دارم، من لیاقت دارم، خداوند برای من روی صلیب جان داده، هر دنیا هم زیر رو بشه، من پر ارزش ترین چیز دنیا هستم، چون برای من روی صلیب مسیح مرد. کلام خداوند شما رو مثل یک دوشیزه، مثل یک کدبانو، مثل یک ملکه میبینه، مثل کسی که شایسته عروسی با پسرش رو داری، یگانه فرزندش در آسمان رو داری. سعد جان، اولین قدمت اینه که خودتو اینقدر افتاده نبینی، تو فرزند خدا هستی. حالا وقتی که خودت رو در این هویت جدید میبینی، شادی در درون تو قرار میگیره که الان نیست. ببین وقتی هم اشتباه میکنی میتونی بخندی حتی به خودت، میگه عجب دوباره همین کارو کردم. بچه‌ها وقتی اشتباه میکنن نمیان رو زانوهاشون هی بیافتن تقاضای بخشش کنن، میگن معذرت میخوام، تمام شد، میرن دنبال بازیشون. این هویت شناسی آزادی میاره که در تو الان نیست. دو، غلامی چه کار میکنه؟ وقتی یه شخص غلامی رو به خودش میگیره، عزیز من، هیچ نوع حقی از خودش نداره که وقتی از خونه هم دور انداخته میشه برای 400 تومن پول یا به صورتش سیلی زده میشه، این رو به شخص خودش نمیگیره، چون غلام از خودش هیچ هویتی نداره. وقتی به صورت تو سیلی زدن، به صورت عیسی مسیح سیلی میزنن، اون وقت میگه تو با اربابم طرفی، نه با من. آفرین. ببینی وقتی که از خودت هویتی نداری که بگی من حقم بود، به من تو چرا با من این کارو کردن، وقتی با تو این کارو کردن، مسیح میگه اگه با شما کردن با من کردند، وقتی به صورت تو سیلی زدن، وقتی از خونه تو رو بیرون کردن، تو رو بیرون نکردن خواهرم، چون تو غلامی، تو فقط کسی هستی که اونجا واسطه‌ای مسیح در تو قرار گرفته، پس با مسیح کردند، با او انجام دادن، به او جوابگو هستن. تو میتونی مثل یه گرد خاک از دستات اینو پاک بکنی، بگی تو باهاشون طرفی، من غلامشونم. حتی اگه امروز هم بیان اینجا، ببینید این هویت آسون نیست شکل گرفتنش خواهرم، ولی کاری که در زندگی شما میکنه اینه که از نظر کلیسایی خیلی ساده زخمی نمیشی، اگرم زخمی بکنن خیلی سریع شفا پیدا میکنی. من به عنوان خادم صدها بار زخمی شدم، بعدر هزاران بار زخمی شده، ولی چون غلام هستیم در کلیسا، یعنی واقعا داریم خدمت غلامی میکنیم، با اینکه نمیدونستیم اصلا هویت غلامی وجود بله. داره، میدونستیم که داریم خدمت میکنیم، یه جوری شفا پیدا میکردیم، بله. به خاطر اینکه هویتمون این بودش که من برای تو دارم میکنم مسیح، بله. حالا علنا ما حتی برای مسیح که داریم میکنیم دیگه برای او واستادیم، در جای او قرار گرفتیم، منی وجود نداره، نه منی وجود داره که بهم توهین بشه، نه منی وجود داره که بهم بدرفتاری بشه. میدونی یکی از مشکلات فرهنگی ما اینقدر این جامعه هست که میگم اصلا فرهنگ ما زود برخوردنه، زود زخمی شدنه، با کوچکترین چیز دلمون میشکنه،
بی احترامی رابطه های چندین ساله رو به خاطر یک روز بی احترامی میشکنیم. اون هم نظر فرهنگی قبول دارم. ولی جوابش رو شما دارید میدید که این فرهنگ وقتی ما هویت خود رو میدونیم از این حساسیت همون آزاد میشیم. بله. از این که این چی گفت؟ ببین آیه هایی هست مثل این که میگه دشمن خود رو محبت کن، در مقابل لعنت برکت کن، وقتی توهین میکنن برکت بده. اینا رو چجوری میتونیم انجام بدیم؟ مگر اینکه هویت خودتو بدونی، مگر اینکه اون تیرا، اون فوشا، اون توهینا نیاد وارد قلب. اگه وارد قلب بشه تو چجوری میتونی محبت کنی؟ چجوری میتونی در مقابل بدی برکت بدی؟ تا اینکه بدونی کی هستی. و به همونطور که گفتید این تیرا و این توهینا مال تو نیست، وارد قلبت نشه، بتونه اگر هم میشه سریع شفا پیدا کنی تا بتونی دشمن رو محبت کنی. وگرنه بقیهش حرفه. اگر هویت خود رو ندونیم اینا فقط حرفای قشنگه. در زمانهای قدیم وقتی به یک برده میخوردن، در زمانهای امپراتوری روم که در واقع این نامه ها نوشته شده، وقتی که بهش میگفتن اسم تو چیه، اسم خودشو نمیبرد، میگفت من فلانی برده این خانواده. یعنی هویتش در خانوادهش بود. خانه‌ای که مرد اون خانه اسم اصلیش بود. میگفت من مثلا سیمون برده خانه اسم کامل اون شخص داده میشد. شخص نمیگفت من فقط سیمون هستم. اسم خانه روش بود. شما هم برمیگردید میگید من سعیده برده غلام عیسی مسیح. همون جوری که پتروس خودش رو میبینه. خب یه غلام در واقع علناً تنها حق و حقوقی که از خودش داره از خانهش میگیره. بله. از خانه اربابش میگیره. خب اینجا یه سوال پیش میاد، میخوام توضیح بدی. بله. چطور میتونی توی خونه اون خونه باشی، میگه اسمت از اون خونه میگیره، هم پسر باشی هم غلام؟ اینو در این کتاب چجوریه؟ این در کتاب فیلمون هستش. در کتاب فیلمون یا فایلیمون، در واقع این کتاب کوچیکی که در کتاب مقدس قرار داره که زیباترین کتابای کتاب مقدسه، همه ازش خیلی سریع عبور میکنن، چون یک نامه خیلی ساده است به اونیسیموس که پولس برمیگرده به اونیسیموس میگه، به فیلمون میگه، میگه اونیسیموس برده تو بود و در قبل وقتی برده تو بود برده بی فایده بود، بی ثمره بود، ولی الان ایمان آورده و امروز او رو میخوام بفرستم برگرده پیش تو. حال فیلمون، اونیسیموس که برمیگرده، نه تنها او رو به عنوان برده و غلام خود قبول کن، بلکه اون رو به عنوان برادر خود رو هم محبت کن. من. در خانه‌ای که هستیم ما دو پوزیسیون رو میگیریم، مثل اونیسیموس. برادر عیسی مسیح با حق و حقوق مساوی، پوزیسیون بردگی در خدمت. از نظر ارثیه وارث بودن و حق و حقوق ما برادریم و مساوی هستیم. از نظر خدمتی و طرز رفتار غلامی. بنابراین من با در عهد قدیم اگه یه برادری دینی داشت به یه برادر بزرگتر در زمان بنی اسرائیل، اون برادر میرفت در خانه اون برادر غلامی میکرد تا دینش برداخته بشه. ولی هر دو وارث بودن. بله. هر دو حق و حقوق داشتن از پدر. اینجوری هستش. ما در خانه پدرمون با اینکه وارثیم، حقوق داریم، محبت یگانه هم میشیم، محبت یک جانبه میشیم. حالا از طرز دید فیلمون نگاه کنیم. آیا فیلمون دیگه از اون زمان به اونیسیموس که بردش بود به یه چش نگاه میکنه که قبلا نگاه میکرد؟ نه. با اینکه بردشه محبت عمیقی هم نسبت مثل اون داره، محبت برادرانه. بله. یعنی مورد توجه به خصوصی هم قرار گرفته. با اینکه من بردگی و غلامی میکنم، در تحت شعای محبت بسیار منحصر به فرد اون خانم قرار گرفته. بله. این یه پوزیسیونی هستش که شخص بس اعتماد بکنه به محبت عیسی مسیح و پدر. آمین. خب چند دقیقه وقت داری. بله. میخوام این پیغام رو کامل کنی. بله. البته این سری درساست که تو ماها و سالها اینو خواهی داد. یه سری برنامه هم میخوام با هم حتما ضبط کنیم. بله بله. دیگه. ولی این سه قسمت، یکی این که میگه با خدا برابر بود. بله. ولی اینو غنیمت نشمرد، به خاطر ما اینو کنار گذاشت، غلام شد، جس پوشید. بله. که خود خدا جس پوشیدن خودش خاریه، ولی میگه بله. خودش خواست جس پوشید، بعد نه فقط اون بلکه مرگ رو پذیرفت، اونم بدترین مرگ رو صلیب رو، یعنی همینطور مثل اینکه پله پله پایین‌تر با اراده خودش، حتی وقتی خواستن به صلیب بکشن گفت منو جان منو نمیگیرم، من با اراده خودم این جان رو میگیرم. ولی اون قسمت آخرش، چون ما داریم با مسیح بله. این سفر رو با مسیح طی میکنیم، فرزند هستیم. بله. حالا
مثل مسیح به خاطر خدا و به خاطر مردم حاضریم غلامی کنیم. بله. و بعد میگه که حالا نامی به او داد، حالا از اونجا فقط نموند، مسیح بله. از مرگ برخاست، نامی داد، به جلال رسید. حالا ما هم با مسیح میریم به جلال. قسمت آخرش حالا در پای صلیب هم مرگ هم رستاخیز. صلیب نقطه عطفی زندگی تمام ایمان داره. از زمانی که شما تولد پیدا میکنی، تولد تازه، داری به سوی صلیب میری. وقتی صلیب رو گرفتی و به آغوش گرفتی، اون طرف صلیب رستاخیزته. مسیحی نمیتونه رستاخیز رو تجربه کنه مگه اینکه غلامی رو بگیره، چون در پشت غلامی، چون غلامی مرگه، در پشت آن طرف صلیب کفنی هستش که خالیه، یعنی قبر خالیه و کفنی هستش که پیچیده شده و منظم کنار صندلی و میزی گذاشته شده. پادشاهی که مقام و پوزیسیونی هستش که ما از نظر ارثی از پدرمون گرفتیم، چون خدای ما خدای پادشاهان، پادشاه پادشاهانه. او بر روی کرسی خودش در حضرت اعلی داره پادشاهی میکنه. او روی آسمان و زمین داره حکمرانی میکنه. خب بچه‌ش هم باز پادشاه باشه. بچه هر پادشاهی پادشاهه. وقتی ولیعهد به دنیا میاد، زمانی که هنوز داره قنداق چش هستش، بهش احترام پادشاهی میذاره. دو ماه پیش تو انگلیس بود دیگه. آره. یه بچه به دنیا اومد، بچه نوزاد میومدن سلام میکردن. این تصویر بسیار و زیبایی در آسمانه. شما وقتی میری در آسمان اسمت داده میشه، فرشتگان چرا از شما اطاعت میکنن؟ چون فرزند پادشاهی. فرشتگان از پادشاه عالم و هستی اطاعت میکنن، از بچه هاش هم اطاعت میکنن. خب این پوزیسیون پادشاهی یه جنبه جلال آینده داره که ما با او پادشاهی خواهیم نمود. بله. که در واقع جلالی است که خواهد آمد، ما با او حکرانی خواهیم نمود، با او بر میگردیم. ولی یه جنبه امروزی هم داره. وقتی که به یه روحی میخوای اقتدار بدی، میگه در نام عیسی مسیح بیا بیرون، شما داری پادشاهی میکنی. آفره. شما اقتدار داری، چون پادشاه هستش که اقتدار داره. آفره. وقتی بدن مریش میگی شفا پیدا کن در نام عیسی مسیح، داری اقتدار انجام میدی، داری پادشاهی میکنی. وقتی که تو تجارت داری پیروز میشی، پول و ثروت دنیا رو میگیری که مردم بیگانه غیر ایمان دارن، پول ور میداری میریزی توی چی؟ خدمت خدا. ثروتی که متعلق به بابات بوده، شیطان دزدیده رو داری دوباره از شیطان میگیری، بر میگردونی به بابات. بله. داری حکرانی میکنی. وقتی که یک کلیسایی رو بنا میکنی که 10 نفر توشن، بعد میشن 100 نفر، شما داری ملکوت خداوند رو 100 تا از شیطان میگیری و داری مرز خدا رو گسترش میدی، میگی ملکوت خدا رو گسترش دادم. این کار پادشاهی. هیچ کس نمیتونه کار پادشاهی رو درست انجام بده و اقتدارش رو درست به انجام برسونه، به عمل برسونه، ازش استفاده کنه، مگه اینکه هویت غلامی و فرزندی رو درست درک کرده باشه. آمین. عزیزانی که میخوان از فرزندی به پادشاهی بپرن بدون غلامی، ارثیه‌شون رو زود تمام میکنند. آها. چون برای یه مدت میتونن پادشاهی کنن، بعد تموم میشه. بله. عزیزانی که تاثیرگذاریشون هم خیلی کم، خیلی کم، خیلی زندگی خودمرکزه، چون تو غلامیه که تو دنیا رو زیر رو میکنی. حالا گوش کن دومیشو. آره. کسانی که فرزندی رو درک نمی کنن ولی غلامی رو گرفتن. آها. و میخوان پادشاهی کنن، اونا هم آدم ها رو خیلی زخمی میکنن. آره. اینا آدم هایی هستن که محبت پدر رو نگرفته، نگرفته زخمی میکنه. آره. هی میزنه و به جایی که ملکوت پیش ببره کمتر میکنه. آفرین، چقدر خوبه. بعد کتاب بنویسی. میدونم داری مینویسی. بعد اینا رو بنویسی. کسی که دوتا رو گرفته میتونه با سلامتی روحانی و با فکر درست دیگری رو خدمت بکنه، ملکوت هم پیش میره. اونجا هستش که روح القدس میگه با تو میتونم کار کنم. آمین. حالا وقتی میگی من باهاتم. البته این جنبه اقتدار شامل بسیار جوانب مختلف میشه. قدرت روح القدس، عطایای روح القدس، تجارت، خیلی توش هست. کار، حکمت. اینا یه سری برنامه با هم تهیه کنیم، ولی یه تصویر کلی گرفتی از سارا میشنویم از اروپا. بفرم. و بعد شما رو بیشتر خواهیم داشت. سارا جان بفرمایید. الو حسن، شاید قطع شده. اوکی. بله، چقدر تصویر قشنگه. و این خود این ما اینو من جزو اصول ایمانی میبینم. مقصودم اینه که رو این باید بنا کرد، این فاوندیشنه. بله. یک ساختمان بزرگی که میخوان بزنن باید اون پیش
بتونی قوی عمیق بره تا بتونی به این ساختمان بسازی. جالبه هرمز جان که وقتی من با هر خادمی صحبت میکنم و این سیستم ساده رو بهش میدم، مثل اینکه مکاشفه بزرگی رو گرفتن. این مثل اینکه خیلی منطقی به نظر میرسه، چون اصولیه، زیربناییه. تمام کتاب مقدس رو این سوار شده و تمام دروس کتاب مقدس رو شما میتونی از همین شروع بکنی و بدی. و حسن معلمین عزیز، حالا واقعا ما باید قدر همدیگر رو بدونیم. اینجا میخوام اینو بگم، ما گاهی میگیم مثلا این معلم آمریکایی، البته معلمین آمریکایی خیلی خوب هستن، عالین، هیچ اونا رو کم نمیاریم، ولی بدونید که خداوند به ما معلمینی داده با مکاشفات و درسایی که حتی بعد آمریکایی‌ها بعد یاد بگیرن. آمین. و شما بعد شما خداوند اینو به ما یاد داده. بعضی از این وایزین آمریکایی روی پادشاهی فقط تمام خدمتشون. بله، بله. و واقعا موفقن. بله. کلیسای چند هزار، 15-20 هزار نفری دارن رو پادشاهی. بله. بعضیا هستن رو غلامی، خدمت به جامعه. کلیسای 20 نفری ولی بعضی هستن که رو اینا بنا کردن. ولی میگم آره، ولی معمولا جذب نمیشن چون به غلامی میگن. آره غلام، ولی بگی غلامی تنها کسی نمیاد. بعضیا مثلا فرزندی. بله. ولی اینها رو به خداوند به خادمین مختلف داده. آمین. این مکاشفه‌ای که خدا به شما داده اینا رو قشنگ جمع کرده، یه تصویر کلی هستش و کلیسای ایران، کلیسای هفت، کلیسای حیات نو باید رو اینها بنا بشه و بله. هم شما رو بیشتر داشته باشیم. میدونم داری کتاب می‌نویسی. بله الان 14 فصل تموم شده، 7 فصل مونده، ولی کار آسانی نیست برای کسی که تا حالا این کار رو نکرده. ولی میخواستم هر فصلی که بنویسم بر طبق مکاشفه بنویسم. بله. و برای هر کویت 7 فصل گذاشته بودم. بله. وقتی یه مکاشفه میاد مینویسم. بله. برای همین بدون مکاشفه نمیخوام فصلی رو بنویسم. این مکاشفه مقصود اینه که بعد از خدا بگیرم، از خدا یه چیزی رو بگیرم. بله. که برای منم جدید بوده. بله. چون بتونم ارائه بدم. نوشتن کتاب که تئوری و طرز فکر دیگران رو دوباره بازنویسی کردن هنر نیست. بله. و من بارها درس دادم، از دروس دیگران درس دادم، از آنچه که دیگری درس داده بود درس دادم، خدا رو شکر. ولی وقتی باز مکاشفه درس میدی زندگی عوض میکنی. آمین آمین. منتظر کتابت هستیم. مرسی. به انگلیسی و به فارسی هر دو باید بیاد بیرون، چون آمریکایی هم احتیاج دارن. من انگلیسی می‌نویسم، اول فارسیم زیاد خوب نیست. خب اول اینجا باید چاپ بشه، این آمریکایی‌ها برکت بگیرن. مرسی. و میدونم میگیرن. شما در جامعه آمریکا و کلیسای آمریکایی هم ایشون شناخته شده هستن، فکر نکنید که همین تو فقط در ایران. البته میدونم خدا تو رو خونده و با این فروتنی و این مسی و این مکاشفاتی که داری، میدونم خدا ازت چیزهای بزرگ میخواد. این اول کاره. مرسی. و دلیل اینکه مکاشفات رو بهت داده برای اینکه ملکوت او رو بنا کنی. آمین. با زیربنای محکم. و کلیسا در ایران داره بنا میشه و میخوام با هم همکاری کنیم. بله. اینجا دست میدیم با هم همکاری میکنیم که کلیسا در ایران، ایمانداران در ایران روی پایه‌های قوی. خداوند میخواد کلیسا رو، و کلیسا مقصودم من و شماییم. در کلیسا رو ببندم فرق نمیکنه، من و شما کلیساییم، بدن مسیح من و شماییم. و اراده خدا اینه که من و شما در این سلامتی که امروز یه تصویری به ما داد، اون هویتی که ایشون داد، قدرتی که داریم، اون قدرت رستاخیز بیستیم، کسی رو ما تأثیر نگذاره، بلکه ما روی خانواده، روی جامعه، روی دنیا تأثیر بگذاریم. با قدرت خدا میتونیم اینو انجام بدیم و خدا میخواد همچین سلامتی رو در ایران بیاره. خدا میخواد ایران رو تبدیل کنه، یک انقلابی بیاره، مردمی رو اونجا بسازه که دنیا رو تکون میدن. شاید شما این هستید. آمین. شاید شما خداوند تو رو اینو خونده بگیر، دریافت کن و بتونیم با هم و با قدرت خدا اون نقشه‌ای که خدا میگه ایران رو نجات میدم و ایران در سراسر جهان نمونه خواهد شد. وقتی میگه ملکوتم رو، پادشاهیم رو در ایران قرار میدم، عزیزان یک روزی میرسه که ایران در دنیا معروف خواهد شد. آمین. جایی که خدا داره حکمرانی میکنه، خدا هست و محبت او، قدرت او، فروتنی او در زندگی‌های ما دیده میشه.